دوستان و یاران گرامی، با سلام های صمیمی و آرزوی سلامتی برای شما. امروز 19 ماه می برابر با 29 اردیبهشت است و با برنامه دیگری از پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. تظاهرات اعتراضی علیه حکومت ایران که به دنبال جهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آغاز شده، به رغم خشونت ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. حراس جمهوری اسلامی از اعتراضات تهران را به تعطیلی کشاند. با گسترش اعتراضات و تظاهرات مردم ایران در شهرهای مختلف و همچنین اعتصاب گسترده رانندگان اتوبوسرانی تهران، جمهوری اسلامی راه حل کار را در تعطیلی و اعلام شرایط شبه حکومت نظامی دیده است. در همین رابطه معاون استاندار تهران از تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات سراسر پایتخت در روز سه‌شنبه خبر داد. برای آنکه این حرکت‌های مطالباتی و اعتراضی که حق طبیعی و قانونی شهروندان است، نتیجه بخش بوده و دستاورد داشته باشد، نیازمند سازماندهی، برنامه ریزی، تداوم، استمرار و انسجامند. تجارب سالهای گذشته از جمله دیماه 96 و آبان 98 و و و تجارب گرانقدری هستند که کمبود این پارامترها را با خود حمل می‌کنند. بهره‌گیری از این تجربه ها در راستای رفع کمبودهای آن یک وظیفه همگانی است. میزبان رفیق بهروز خلیل، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق هستیم و موضوع بحث امروز خیزش تهی‌دستان علیه جمهوری اسلامی است. پس از شنیدن صحبت‌های اولیه رفیق بهروز عزیز، شما کاربران می‌توانید سوال‌های خود را بنویسید و ایشان به پرسش‌های شما در حد امکان پاسخ خواهند داد. لطفاً در طول برنامه از بارگزاری مطالب غیر خودداری فرمایید. متشکرم. به دوستان و رفقایی که در اتاق حضور دارن سلام میگویم و امیدوارم امروز بحث و گفتگوهای خوب و مفیدی را بتوانیم با هم پیش ببریم. گفتگوی امروز ما درست زمانی داره برگزار میشه که اعتراضات مردم در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره. اعتراضاتی که مشخصا علیه گرانی، علیه شوک اقتصادی دولت رئیسی و مهمتر از همه علیه جمهوری اسلامی است. در کنار این اعتراضاتی که در شهرهای مختلف هست، ما شاهد اعتصاب رانندگان شرکت واحد و همچنین اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی هستیم. در گذشته هر یک از این گروه‌ها در زمان‌های مختلف دست به اعتراض می‌زدند، چه به شکل اعتصاب، چه گردمایی‌ها، چه تظاهرات در خیابان‌ها. اما امروز برای اولین بار هست که یک همزمانی در بین این اعتراضات به وجود اومده که یک پدیده جدیدی به حساب میاد و میتوان گفت که خیزش های خیابانی تهی‌دستان با جنبش مطالباتی در حال در هم آمیختن هست، که این امر حائز اهمیت به جهت اینکه این همزمانی هم بر توان جنبش ها میافزاید و هم موجب این میشه که گروه های وسیع تری از جامعه در جریان قرار بگیرند، در خیابان ها و در اعتصابات مشارکت داشته باشند و همچنین موجب این میشه که این گستردگی اعتراضات ارگان های سرکوب که همواره عمل می کنند دیگر نتوانند مثل گذشته بر این اعتراضات ضربه جدی وارد بکنند. به بیان دیگه میشه گفت که از اون کارهایی که ارگان های سرکوب همواره داشتن به تدریج به جهت این گستردگی خیزش های اجتماعی و جنبش های مطالباتی کاسته میشه.
آنچه که میشه گفت اگر در جنبش سبز طبقه متوسط جدید در میدان بود و پیشبرنده آن بود، ما از سال 96 به این سو شاهد خیزش تهیدستان جامعه هستیم در کنار جنبش های مطالباتی که سمت اصلی اعتراضات تهیدستان و همچنین جنبش های مطالباتی به علیه سیاست ها و کارکردهای جمهوری اسلامی، علیه فساد ساختاری، تمرکز ثروت در دست گروه اندکی از جامعه، مافیای قدرت و ثروت هست، علیه فقر، علیه تورم لجنگ ساخته و شکاف های عمیق طبقاتی که شکل گرفته است. و آنچه که میشه گفت حکومت حاضر نیست که در چنین شرایطی تن به تغییر بده و به خواسته های مختلف مردم پاسخ مثبت دهد. وضعیت اقتصادی کشور به شدت بحرانی است و این اقتصاد بحرانی در حقیقت به پاشیل آشنی حکومت تبدیل شده و می رود که حکومت را به زمین بزند. اقتصاد کشور ما با بحران بی سابقه و عمیقی روبرو هست. در طی 10 سال گذشته اقتصاد سالانه کوچک کوچکتر شده، به طوری که در سال 1399 نسبت به سال 1396 حدود 17% اقتصاد کشور کوچکتر شده و تاثیرات خودش را بر زندگی مردم به طور جدی گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس یک آماری داده که بر اساس اون آمار از سال 1391 تا 1400 به طور متوسط رشد اقتصادی در کشور 0 بوده. از اون به بعد، یعنی از سال 90 به بعد هم رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور منفی بوده و همچنین میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال نسبت به سال قبل کمتر و انباشت سرمایه در حوزه‌های مختلف اقتصاد منفی شده. در این حال از طرف دیگه سرمایه های کشور از در خارج میشه، از جمله است که سرمایه گذاری که در کشورهای همسایه صورت میگیره که به طور نمونه در رابطه با خرید مسکن در ترکیه است که در 3 سال گذشته حدود 7 میلیارد دلار در این کشور و زمین و همینطور مسکن خریداری شده توسط ایرانیان. جنبه دیگه که میتوان به اشتراط و اقتصاد ایران اشاره کرد برمیگرده به مسئله تورم که خب در سالهای گذشته با تورم فوق‌العاده بالا ما مواجه بودیم، تورمی بالاتر از 40% که در حالی که مسئله تورم در اکثر کشورها حل شده، ایران در حقیقت بعد از ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه و آرژانتین جزو کشورهایی است که در وضعیت تورم بسیار بالایی قرار داره. این مسئله موجب شده که وضعیت معیشتی گروه های وسیع از مردم روز به روز وخیم‌تر و که به گونه ای که مردم نمیتوانند با این درآمدهایی که دارند نیازهای اولیه زندگی خودشون را در حوزه های مختلف تامین کنند. خیلی از خانواده ها بالاخص گروه های تهیدست فاقد توانایی دریافت مواد پروتئینی هستند که برای زندگیشون لازم است. حدود 1/3 مردم زیر خط فقر مطلق هستند و قادر به تامین حداقل معاش خود نیستند. در این حال هم آنچه که خود حکومتیان میگویند در حدود بیش از 60% جامعه و در فقر به سر میبرند. این وضعیتی است که حکومت برای کشور ما به وجود آورده. از جمله اینها میشه در زندگی کارگران دید که بیش از 90% از جامعه کارگر ایران دچار فقر مطلق و مثل خیلی از گروه های اجتماعی قادر نیست که نیازهای اولیه زندگی خودش را تامین بکند. جامعه ما به شدت دو قطبی شده. در یک قطب حجم عظیمی از
تهیدستان جامعه وجود دارن که به طور بی سابقه افزایش یافتن و فقر شدیداً در این قطب متراکم شده، در حالی که در قطب دیگر ثروت‌های افسانه در دست لایه نازک جامعه که برخوردار از انواع رانتا هستند متمرکز شده. طبقه متوسط بین این دو قطب رو به تضییع گذاشته و از حجم آن کاسته شده، در حالی که بر میزان کسانی که ثروت‌های انبوه یا در دست خود دارند بعد به طور بی سابقه افزایش یافته. یک آماری وجود داره که نشریه فوربس اونا منتشر کرده، بر اساس آن حدود 250,000 نفر از ایرانیان ثروتمند ثروت‌های فوق‌العاده بالایی دارند و بر اساس نوشته این نشریه به ایران 14th کشور جهان از منظر تعداد میلیاردرهاست و تکانده تر، و اینکه حتی در خاورمیانه هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این نشانگر وجود در حقیقت شکاف طبقاتی عمیق، فاصله طبقاتی عمیق در جامعه ماست که در همین رویدادهای اخیر تأثیر گذاره و زمینه را برای اعتراضات تهیدستان به وجود آورده. در این حال طبقه متوسط شهری همچنان که گفتم در سالهای اخیر فقیرتر شده، تحلیل رفته و اکثریت طبقه متوسط همین به دلیل فقر، تورم، به دلیل افزایش قیمت مسکن و بیکاری بعد به تدریج از جایگاه اجتماعی و اون محل زیست سنتی که داشتن از دست دادن و با تهیدستان جامعه درآمیختن و در حاشیه های شهرها ساکن شدن. بس این مسئله که سرازیر شدن طبقه متوسط به جانب تهیدستان، به حاشیه رانده شدن آنها و درآمیختنشان با تهیدستان گروه های جدید اجتماعی یا در جامعه ما شکل داده که مشخصات خاص خودش داره. خیزش هایی که در سالهای اخیر از جمله در دیماه 96 و آبان 98 و همینطور اعتراضات اخیر، در حقیقت میتوان گفت که نقطه تلاقی تهیدستان و طبقه متوسط فرودست جامعه هست. طبقه متوسط فرودست جامعه ما هم از لحاظ نظری و هم در واقعیت در وضعیت دوگانه و متعارضی قرار گرفته. اعضای این طبقه عمدتاً تحصیل کرده و صاحب مدارک تحصیلی و دانشگاهی هستند، شناخت نسبتاً بالایی از اوضاع سیاسی کشور دارند، از تکنولوژی و کاربرد شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی آگاهی دارند، از اونها استفاده می‌کنند. علاقه اونها بیشتر علاقه طبقه متوسط هست و اینه که وقتی که این گروه از جامعه به تهیدستان بپیوستن وضعیت جدیدی شکل گرفته و اینها خانخواه تأثیرات خودشون را بر این روندها گذاشتن و موجبین شدن که مسئله در حقیقت از یک جنبه مسئله آزادی و از جنبه دیگه عدالت اجتماعی به مسئله اصلی ما تبدیل بشه. سوال شده که شعارهایی که در مورد رژیم سلطنتی مثل رضا شاه روحش‌شاد داده می شود تا چند اندازه وسیع است و آیا این قبیل شعارها در همبستگی گروه های مختلف فکری زیان آور نیست؟ خب ما اینکه یک سنجش مشخصی داشته باشیم، یک آمارگیری معینی باشه که بتوان در این موضوع ارزیابی دقیقی کرد وجود نداره، ولی ویدیوهایی که به خارج از کشور فرستاده میشه و بخشی از اونها رو من تماشا کردم، در معدود ویدیوهایی بوده که چنین شعارهایی داده شده. خب یک سری گروه هایی در داخل کشور هستن که از رژیم سلطنت دفاع میکنن، مدافع اون هستن،
در این تظاهرات شرکت میکنن و شعارهای خودشون میدن و از اون شعارها، از اون تظاهرات فیلم میگیرن و میفرستن به خارج از کشور. در خارج از کشور کانالهای تلویزیونی یا کانالهای رادیویی یا سایت هایی که مدافع رژیم سلطنتی هستن اینها رو وسیعن بازتاب میدن و این موجب میشه که بعد در این ابعادی که در داخل کشور هست به طور غیر واقعی در خارج از کشور بازتاب پیدا بکنه و این تصور به وجود بیاید که در داخل کشور گویا گروه های وسیع از مردم از سلطنت دارن دفاع میکنن. خب ما دلایل این که گروه های هم که به مدافع سلطنت شدن به خوبی میدونیم که برمیگرده بیش از همه به این که در رابطه با عملکرد حکومت جمهوری اسلامی و مقایسه هایی که با رژیم های سلطنتی در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه صورت میگیره که خب آن گزارش هایی که در خارج از کشور در مورد این سلطنت طلبان و همینطور اون دورها و تهیه شده و منتشر شده بیشتر یک جانبه هست و آن جنبه هایی که در حقیقت جنبه هایی که در این حکومت ها در رابطه با سرکوب هاشون در رابطه با کشتار هایی که وجود داشته بهش پرداخته نمیشه و امکان هم داده نمیشه که کسانی که در اون سالها شاهد عمل کرده رژیم های پهلوی بودن و سالها در زندان بودن و شکنجه شدن و بخش از زندگی خودشون در همین زندان های شاه گذراندن گزارش واقعی از اون موقع از عمل کرده رژیم شاه بعد ارائه بدن و مردم به جنبه های مختلف آن رژیم به عمل کرده هایی که در حوزه های مختلف داشته به خصوص به استبداد فردی شاه بعد آگاه بشن و بر اساس آگاهی دست به انتخاب بذارن. در این حال شما به درستی پرسیدید که آیا این نوع شعار دادن موجب این نمیشه که همبستگی در بین نیرو گروه های مختلف اجتماعی لطمه بخوره؟ آره این گونه هست. ما در خارج از کشور هم شاهد این برخوردها هستیم که وقتی که فراخوانی داده میشه برای اعتراض علیه رژیم و سلطنت طلبان معمولا با پرچم خودشون میان بعد و حاضر نیستن که پرچم خود را کنار بذارن مثل بقیه بعد یک شعار علیه حکومت بدن و تمرکز فعالیت خودشون را رو خود حکومت متمرکز بکنن و موجب این نشون که بین همین کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن درگیری به وجود بیاد. این موارد زیادی از این را ما شاهد بودیم و میبینیم که این عمل کرد، این که پرچم سلطنت را برداشتن، این که شعارهایی که در داخل کشور به نفع سلطنت داده میشه عملا لطمه جدی به همبستگی گروه های مختلف اجتماعی وارد میآورد. سوال شده که اعتراضات این بار از شهرهای کوچک شروع شد و هنوز هم در تهران و شهرهای بزرگ حرکات اعتراضی قابل توجه نمیبینیم، لطفا تحلیل خود را در این باره بگویید. ببینید من در صحبت قبلی هم با این موضوع تماس گرفتم، اون هم برمیگرده به اینه که در حقیقت به جهت این که طبقه متوسط رو به تجزیه گذاشته و گروه های وسیع از این طبقه متوسط در حقیقت به توهی تستان پیوستن که میتوان اسم آنها را گذاشت طبقه متوسط فرودست، عمدتاً به جهت وضعیت اقتصادشون، به جهت اینکه در شهرهای بزرگ مسئله مسکن به شدت گران شده و امکان این که بتوانند در این شهرهای بزرگ زندگی کنند وجود نداره
و اکثرا اونها مجبورن که در شهرهای کوچک و در حاشیه شهرهای بزرگ به زندگی خودشون بگذرنن، در اونجاها مسکن بگزینن، بعد اون هم در شرایط بدی. یعنی در برخلاف آن دوره‌های قبلی که عمدتا ما شاهد کوچه روستایان به شهرها بودیم و روستایان عمدتا در حاشیه‌های شهرها ساکن می شدن، در دهه گذشته بیشتر روند معکوس پیش رفته. یعنی اینکه ما شاهد کوچه نیروهای گسترده از شهر، ساکنین شهرهای بزرگ به اطراف شهرها و شهرهای کوچک هستیم. اینه که میتوان گفت که فقر در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک به شدت گسترده شده. خوب و آسیب پذیری آنها در مقابل سیاست هایی که حکومت پیش میبره به شدت بالاست. اینکه این سیاستی که به عنوان جراحی اقتصادی یا شوک اقتصادی پیش رفته و قیمت ها و چندین برابر شده و گرانی به صورت گسترده در اومده، تورم به بیش از 40% رسیده، بیکاری در حال گسترش پیدا کرده، این مجموعه باعث شده که فشار شدیدی بر مردمین، بر ساکنین شهرهای کوچک وارد بشه و در درجه اول اونها این احساس داشته باشن که دیگر نمیتوانن زندگی خودشون را ادامه بدن، حداقل معاشای زندگی تأمین کنن، حداقل احتیاجات تأمین بکنن، و در این حال هم شاهد این هستن که چگونه حکومت به قیمت سفره اینها سیاست های خودش را پیش میبره، در حالی که بعد فساد سر تا پای رژیم را گرفته و لایه نازکی از جامعه ثروت های فوق العاده بزرگی را اندوخته، لایه‌ای که از رانتا استفاده میکنه، بس به قدرت هست و یک باند قدرت و باند مافیایی به وجود اومده که که گفته میشه باند ثروت و قدرت و به غارتگری مشغول. خوب و این که واقعیت اینه که جامعه به شدت قطبی شده، از حجم لایه‌های میانی کاسته شده و بر حجم تهیدستان افزوده شده. خوب به همون خاطر هم ما شاهد خیزش تهیدستان در 96-98 و همین حالا هستیم که بیشتر میتوان گفت که خیزش این نیروست که بعد در اون برآمدها که شاهدش بودیم و همینطور در روزهای گذشته که این نیروی اجتماعی به میدان اومدن و دارن مهر خودشون را بر صحنه سیاسی کشور میزنن. سوال شده که چرا اعتراضات متصل نمیشون؟ آیا مشکل از اینجا نیست که شعارهای همگانی در مثلا اعتراضات معلمان یا کارگران داده نمی شود و صرفا صنفی است؟ ببینید، خب خانه‌ها حرکت اعتراضی گروه های مختلف اجتماعی مشخص های خاص خودشونو داره. خانه‌ها مسئله کارگران، مسئله معلمان در درجه اول صنفی است، در این حالی که ما میدانم که خصلت های سیاسی هم داره. معلمین هم به درستی رو مسئله صنفی، رو خواست های صنفی استادن و تا کنون هم موفق بودن، قادر شدن که به یک جنبش جدی و جنبش تداومدار ایجاد بکنن، پیش ببرن، تونستن تشکل های خودشون رو بسازن، تونستن در سطح کشور حرکت بکنن که این فوق‌العاده اهمیت داره، چون قبلا اون جنبش های مطالباتی عمدتا منطقی بودن، ولی جنبش معلمان اون خصلت سراسری پیدا کرده و میبینیم که علی رغم سرکوب ها باز هم این جنبش قادر شده که به حیات خودش ادامه بده. در مورد کارگران هم با همچه وضعی مواجه هستیم. خوب ولی در این حال بعد وقتی که حکومت دست به سرکوب میزنه، وقتی که حکومت فعالین این جنبش ها را دستگیر میکنه، خانه ها و
برخی شعارهایی که از جانب کارگران به معنی مطرح میشه بعد خصلت سیاسی پیدا میکنه، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی کارگران و مردمان دستگیر شده. خب ولی این را هم میدونیم که خب زمان میبره تا اینکه جنبش های خیابانی با جنبش های مطالباتی به تدریس پیوند بخورن. امروز من در گفته قبلی هم که بیان کردم ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم که آن هم همزمانی این اعتراضاته. قبلا خب این اعتراضات همزمان نبوده و میزان تاثیرگذاری آن در حدی که وقتی که این جنبش ها روی هم انباشته می شوند یا همزمان صورت می گیرند در این ابعاد نبود، ولی این دفعه خوشبختانه ما شاهد همزبانی اعتراضات بودیم که این بر پتانسیل اعتراضات افزوده و در این حال تأثیرات جدی در جامعه گذاشته و در این حال به جهت ابعاد گسترده اون از کارایی نیروی سرکوب کاسته هست. و این که در یک روندی که طبعا ما در ماها و سالهای آتی شاهدش خواهیم بود که جنبش های خیابانی، خیزش های خیابانی و جنبش های اجتماعی در هم خواهد آمیخت و شعارهای مشترکی پیدا خواهد کرد، ولی این که امروز به انتظار چنین چیزی ها داشته باشیم غیر واقعی است. این روندی است که به تدریج شکل میگیره، ولی در این روند ما میبینیم که چگونه معلمان از کارگران دفاع میکنن، همینطور بعد این کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن هم در اعتراضات معلمان حضور پیدا میکنن، هم در خیابان ها و همچنین حمایت هایی که از جانب اونها از هم گروه از اعتراضات همدیگه صورت میگیره. خوب این طبعا به تدریج هرچی جلوتر بریم این پیونده ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد. آن سوال شده که آیا گرانی آن مشکلی است که میتواند تمام اقشار را با هم متحد کند، ولی آیا همین مسئله قدرت به خیابان آوردن توده مردم را دارد؟ خب ما در تاریخ شاهد بودیم که مسئله نان، به ویژه مسئله نان، بعد موجب شده که گروه های وسیعی از مردم به خیابان ها بیان و علیه حکومت دست به اعتراض بزنن و موجبات تغییرات یا در جامعه و در قدرت بشن. چنین ظرفیت هایی در رابطه با مسئله نان وجود داره. حکومت هم بر این مسئله آگاه به همه خاطرم علی‌رغم اینکه برخی کالاهای اساسی را بعد چندین برابر گران کرده است، ولی هنوز نان سنتی ها با همین قیمت سابق نگه داشته. اگر تغییر در قیمت نان سنتی به وجود بیاد و مثل کالاهای دیگه قیمت چند برابر بشه، بعد این امکان وجود داره که گروه های به مناطق وسیع تر از آنچه که در این هفته های گذشته یا در روزهای گذشته شاهدش بودیم شک بگیره. ولی فعلا واقعیت نشون میده که اعتراضات سراسری نشده. در شهرهای بزرگ ما شاهد اعتراضات وسیع مثل شهرهای کوچک نیستیم. یک سوال مطرح شده که آیا در مقابله با این همه خشونت نیروی انتظامی، حکومت که حتی بر روی نوجوانان هم شلیک میکند هنوز هم پرهیز از خشونت معنایی دارد؟ آیا هنوز هم باید بر اصل خشونت پرهیزی تاکید کرد؟ طبعا ما به عنوان جریانی که عمیقا معتقد به خشونت پرهیزی هستیم همچنان روی این اصل تکیه داریم، به جهت اینکه میدونیم که از کاربرد خشونت چه فجایعی میتونه بیرون بیاید. حکومت هست که همواره بر قهر و خشونت تکیه دارد و تلاش میکند که معترضین را به خشونت بکشاند و دست به سرکوب بزند و این که به این وسیله هم کاربرد خشونت را توجیه بکند. و در حالی که خب و در همین روزها و در 98 شاهد بودیم که مردم عمدتاً از کاربرد خشونت پرهیز کرده، در این حال در این دوره
ما میبینیم که خود حکومت نسبت به سال 98 خشونت کمتری را به کار برده. در اون زمان گلوی که شلیک مستقیم به سر و سینه مردم داشته، در این دوره گرچه ما شاهد بودیم که تعدادی از معترضین را کشته، ولی ابعاد این کاربرد خشونت با نسبت به 98 کمتر بود. این سوال مطرح شده که آیا افزایش بی سابقه نرخ تورم در همه کشورهای دنیا که بعد از پاندمی کووید 19 و شروع جنگ اوکراین روسیه اتفاق افتاده میتواند توجیهی بر این گرانی شدید و تورم در صدی باشد؟ مسئله باشد که کنترل از دست دولت مردان ایران خارج هست؟ نه، این واقعیت هست که مسئله پاندمی که و به خصوص جنگ اوکراین موجب شده که در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای اروپایی تورم شکل بگیر، رقم بالاتری داشته باشه. ولی اگر مقایسه بکنیم اون نرخ تورم در این کشور با ایران، تفاوت فاحشی وجود داره. در این کشورها نرخ تورم عمدتا کمتر از 10% است، در حالی که در کشور ما تورم لجام گسیخته، تورمی که بیش از 40% است مشاهده میشه. در حالی که خب در این کشورها اگر نرخ متوسط تورم را طی 10 سال بگیریم، بر رقمی به مناطق پایین خواهد بود. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی تورم به طور متوسط در دهه 90 24% بوده که در اواخر این دهه و همینطور امسال تورم به رقم بالاتر از 40% رسیده. اینه که در مقایسه نشون میده که نه، تورمی که در ایران هست با این جنگ ایران و اوکراین قابل توجیه نیست. به علاوه این تورم قبل از جنگ شروع جنگ اوکراین هم همین رقم بود. در دوره همین دولت روحانی هم در سالهای آخر ما شاهد نرخ تورم بالای 40% بودیم. پرسیده شده که تأثیر اپوزیسیون خارج از کشور را در آینده ایران چگونه میبینید؟ آیا امید مؤثر واقع شدن هست و کلن چه تعاملی میتواند با داخل ایران داشته باشد؟ ببینید، آنچه که مشخصه تحولات سیاسی در اساس در داخل کشور شکل خواهد گرفت. همچنان که میبینیم که جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتی و همینطور خیزش های خیابانی در داخل کشور هست که در اساس صحنه سیاسی کشور رقم میزنه، تأثیر میگذاره و سمت میده. اینه که این واقعیت ها باید بپذیریم، ولی در این حال اپوزیسیون خارج از کشور در آگاهی دادن، در رساندن پیام ها، در افشاگری ها طبعا نقش داشته و الان هم با توجه به شبکه های اجتماعی و ارتباطاتی که گسترده وجود داره، خب مثل سابق دو در حقیقت بخش جدا از هم نیستن، بلکه در رابطه با ابزار و کانال هایی که الان وجود داره با هم به طور مؤثری دارن پیوند میخورن. خب ولی در داخل کشور خب امکان این که تشکلی به وجود بیاد بعد وجود نداره، حکومت به شدت سرکوب میکنه، بیشتر افراد هستن به شکل فعالین سیاسی، ولی در این حال هم ما میبینیم که هم ارتباطات زیادی بین اونها و فعالین سیاسی در خارج از کشور وجود داره و همچنین در رابطه با این که وقتی که اعلامیه‌های انتشار پیدا میکنه میبینیم که زیر اون امضاهای هم فعالین سیاسی خارج از کشور و هم داخل کشور وجود داره و هرچه جلوتر هم میریم بین این دو بخش تعامل بیشتری داره شک میگیره. رفیمون یدیه عزیز پرسیده که تهیدستان مانند بیکاران، کارگران ساختمانی و
خیلی عظیم حاشیه‌نشینان فاقد هر گونه انسجام هستند. چگونه میتوان میلیون ها توی دست همدرد اما بدون تشکل ها انسجام و تشکل بخشید؟ خب این نکته فوق العاده مهمیه که باید خصوصیات و مشخصهای توهی دستان شناخت. توهی دستان برخلاف و گروه های دیگه اجتماعی مثل معلمی، مثل کارگران که همه اونها یا زیر یک سقف در کنار هم هستن و یا امکان این که بتونن تشکل هایی به وجود بیارن، بعد برای توی دستان این امکان وجود نداره، چون به شدت پراکنده هستن، بعد به ارتباطات چندانی با هم دیگر ندارن، گرچه شبکه های اجتماعی یک حداقل ارتباطات رو به وجود آورده. ولی آنچه که میشه گفت توهی دستان عمدتاً همدیگر را در خیابان پیدا میکنن و به هم میپیوندن و بعد هم شروع به اعتراض میکنن. اگر در کشور ما همانند آن روندی که در تونس و مصر پیش رفت، اگر بتواند خیزش های خیابانی تداوم پیدا کند و اگر بتواند مثل آن موقع میدان ها رو دست خودش بگیره، خانه‌ها در این روند نیروهای توهی دست، گروه های توهی دست جامعه در پیوند با هم قرار خواهند گرفت، ارتباطات اونها نزدیک خواهد شد، تشکل‌های به وجود خواهند آورد، به حرکت اعتراضی خودشون سازمان خواهند داد و خواهند تونست نقشه به شدت موثری ایفا بکنند. ولی چنین واقعیتی وجود داره که توی دستان در حقیقت اونچنان در گروه های پراکندن به لحاظ مکانی که امکان این که بتوانند تشکلی یا به وجود بیارن یا تشکلهایی به وجود بیارن بعد فعلا وجود نداره. من نکات چندی ها میخواستم در رابطه با اعتراضات اخیر مطرح بکنم که در سوالات ندیدم. در اعتراضات اخیر ما شاهد این بودیم که نوک حمله متوجه رأس حکومت و علاوه بر رأس حکومت یعنی خامنه ای این بار هم شعارها علیه سپاه و طبعا مثل همیشه علیه روحانیت هم بود. خوب مردم به درستی تشخیص دادن که قانون قدرت کجاست و مسبب این وضعیت فلاکت بار کدوم نهادها و ارگان ها و افراد هستند. به همه خاطر ما میبینیم که شعارها عمدتاً در خیابانها علیه خامنه‌ای، علیه رئیسی، علیه سپاه و علیه روحانیت است و مردم میگویند دیگر ما این حکومت را نمیخواهیم. این مهمترین مسئله است که در این خیزش‌های خیابانی دیده میشه. ولی در این حال به یک مسئله باید توجه داشت که اعتراضات تنها علیه گرانی یا برای مسئله نان نیست، بلکه ما میبینیم که در کشور ما مسئله آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مهمتر مسئله است که مطرح است. در همین اعتراضاتی که چه به معلمین، کارگران، چه در خیزش های خیابانی این مسئله به شدت مطرح هست بعد و تبدیل شده به در حقیقت خواست اصلی مردم، خواست دموکراسی، خواست آزادی و خواست عدالت اجتماعی و به شدت این مبارزات مردم خصلت طبقاتی پیدا کرده. طبقات فرودست علیه طبقات فرادست، علیه حکومت، علیه آن لایه های از سرمایه‌داران که پیوند عمیقی با حکومت داشتند و بر اثر همین رانده ها، بر اثر فساد به ثروت های کلان و بی سابقه دست پیدا کردند. بعد به همون خاطر هم باید ما به این مسئله توجه بکنیم و صرفاً در این نبینیم که گویا مردم به خاطر صرفاً نان به خیابان‌ها اومدن، بلکه شعارهای اونها، خواستهاشون به مناطق فراتر این هست از اینها هستن. طبعا اونها خواهان دگرگونی ساختارهای سیاسی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و گذر از
حکومت دینی و مستبد هستند. این سوال مطرح شده که اکنون به گونه واضحی دو خط مطالبات صنفی و مطالبات عمومی در جامعه جریان دارد. آیا مثلا خواستای کارگران برای مطالباتشون ارجح تر است یا خواستای عمومی یا تلفیق آنها؟ به نظرم نباید به این صورت نگاه کرد که گویا این یا آن مطالبه نسبت به هم ارجح تر هستند. بعد هر کدوم از این مطالبات برمیگرده به گروه های مختلفی که در جامعه ما وجود داره و طبعا در تداوم خودش میتواند این مطالبات در اگر شرایط مساعدی فراهم بشه یا در روندهایی که بعد پیش بره موجب این خواهد شد که به یک جنبش سراسری، به یک جنبش فراگیر فرا روید و در آن صورت ما شاهدیم خواهیم بود که همه این اعتراضات، این جنبش ها در هم آمیخته و یه جنبش وسیع و گسترده فراهم کرده. خب در چنین صورت خانخواه ما شاهد تغییرات جدی در جامعه میتوانیم باشیم. بعد اینه که همواره خواست ما اینه که بتواند یک جنبش فراگیر که در درون خودش این خرد جنبش ها رو بعد در بر میگیره به وجود بیاید. در چنین شرایطی که همچنان که گفتیم وضعیت سیاسی کشور به شکل دیگه رقم خواهد خورد. دوستمون مجید سوال کرده که فرض بر این که در سیاست ایران نفوذ ولایت فقیه حذف شود، آیا سپاه جای ولی فقیه را پر نمی کند و ایران و مثلا ایران مثل پاکستان شود؟ این سوالی که مطرح کرده آره نشان از یک واقعیت سرسخت جامعه ماست که سپاه در دوره جمهوری اسلامی به قدرتی فوق‌العاده قوی تبدیل شده، به حوزه‌های مختلف اجتماعی دست انداخته، چه سیاست، چه سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، امنیت، همه حوزه‌ها سپاه به طور قوی حضور داره، سلاح دستش هست و در این حال در کنار خودش نیروی بسیج داره که خب نیروی گسترده است و در مناطق مختلف کشور، در محلات، در بین گروه های اجتماعی جا پیدا کرده و از اون طریق در بین مردم در حقیقت به عنوان ابزار نفوذ سپاه تبدیل شده. این واقعیت هست و این خطر وجود داره که حتی اگر ولایت فقیه حذف شود بعد سپاه در حقیقت قدرت ها در دست خود بگیرد و یا نقش مشابه بعد ارتش ترکیه در یک دورایی که در چندین دهه در حقیقت نقش تعیین کننده در قدرت بود بعد یا مثل پاکستان تبدیل بشه. این خطر به طور جدی وجود داره ولی از الان نمیشه به این مسئله قطعیت بخشید که حتما به این صورت در خواهد اومد. این مسئله بستگی به تحولات سیاسی کشور ما داره و همچنین شکاف‌هایی که در درون سپاه میتواند شکل بگیرد و منجر به این بشه که در حقیقت جنبش اجتماعی، نیروهای سیاسی از این شکاف بهره بگیرند، فشار رو بر سپاه بیفزایند و وادار بکنند که در سپاه به عنوان نیروی نظامی در جایگاه خودش قرار بگیرد. رفیقمون رضا ترابی پرسیده که برای پیوسته شدن اعتراضات و ایجاد یک وفاق ملی آیا امکان همکاری و همراهی همه مخالفین نظام جمهوری اسلامی را شدنی میدانه؟ چه گامهایی در جهت وفاق ملی باید برداشته شود؟ ببینید ما یک تجربه تلخی ها در انقلاب بهمن داریم که واقعا آن شعاری که پیش رفت عملا شد همه با هم، همه زیر پرچم خمینی. خب این دیدیم که سرانجام به کجا انجامید. این تجربه فوق‌العاده ارزشمندیه که ما در این دوره نباید به این صورت عمل بکنیم. خب بعد آنچه که
به نظرم باید پیش بره و شاهد اون هم هستیم که در این جهت گام هایی برداشته شده. هر کدوم از گرایش ها یا جریانات تاریخی در ایران باید بتوانند تشکل های خودشون ایجاد بکنه. خب سیاست ما بر تشکیل ثقل نیروهای جمهوری خواهی هست. ما همچنان رو تشکیل ثقل جمهوری خواهی حرکت میکنیم که میبینید که در جهت همکاری با 6 تا جریان حرکت کردیم و اعلامیه‌های اخیری که داده شده نشان میده که جمهوری خواهان میتوانند بعد همکاری نزدیکی رو با هم پیش ببرند. خب وقتی که چنین سگل‌هایی به وجود اومد در رابطه با اون گرایش‌های تاریخی جریان‌های سیاسی کشور، این سگل‌ها می‌توانند با هم وارد گفتگو بشن و در مورد پرنسیپ‌هایی که برای گذار از جمهوری اسلامی لازم هست به گفتگو بشینن، به وفاق برسن و هر کدوم از اونها متحد باشن که بر اون پرنسیپ ها را در عمل پیش خواهم برد. ولی اگر نه چنین سکل هایی وجود نداشته باشه، چنین تشکل هایی وجود نداشته باشه، این بار هم همان روند پیش خواهد رفت. در حقیقت آن چیزی که مشروط طلبان سطح طلبان هم همین را پیش میبرن که همه را میخوان زیر پرچم رضا پهلوی گرد بیاورن، نه اینکه به عنوان یک جریان سیاسی که رضا پهلوی بعد بره تشکل ایجاد بکنه، به عنوان یک تشکل وارد گفتگو با سایر جریانات باشه ما نمیبینیم. همچنان در اون جایگاه بالا قرار گرفته، برای خودش جایگاه ویژه قائل هست و تماما میکوشد که بعد نیروهای دیگه اتوریته او را بپذیرن و اون بر اساس اون بعد هم بتواند در حقیقت بر جنبه رهبری جنبش داشته باشد. دوستمون مجید پرسیده با توجه به سابقه اعتراضات انجام شده در طول عمر این رژیم، خواستها و مطالبات عمومی مردم بیشتری را به خیابان آورده است. آیا اینکه جریانات چپ رو درخواستهای کارگران متمرکز شدن باعث نمی شود از باقی مطالبات غافل بماند؟ سیاست درست چگونه می تواند باشد؟ به این نکته درست یا شما دست گذاشتید. خب اگر جریان های چپ فقط متمرکز بشن به درخواستهای کارگران، خب خانه ها از اون حرکت عمومی عقب خواهم بود. جامعه ما امروز مطالبات وسیع‌تر یا بعد خواستار هست، از جمله مسئله آزادی و دموکراسی، علاوه بر عدالت اجتماعی، علاوه بر تامین خواستای کارگران. به همون خاطر حزب ما و همچنان که در اسنادش میبینید در این زمینه خوب و روی آن شعارهای دست گذاشته که هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه مشخص در رابطه با خواستهای کارگران. ما هر دو خواسته را داریم مطرح میکنیم و برای هر دو خواسته تحقق هر دوی اونها مبارزه میکنیم. خب رفیقمون داوود دشتی مطرح کرده که آیا بهتر نیست اکنون اتحادی حول دموکراسی و حقوق بشر بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان ایجاد کرد و رقابت این دو جناح را هم میتوان همزمان پیش برد؟ ببینید، نمیدانم شما چه شناختی از سلطنت طلبان دارید. سلطنت طلبان متاسفانه فرهنگی دارن که فرهنگ انحصار طلبی، حتی با این واژه بگم فرهنگ فحاشی، تعقیب و ها، و کارشون بیش از این که مبارزه علیه حکومت باشه تخریب کردن سایر نیروهای اپوزیسیونه. خب شما از اتحاد دارید صحبت میکنید در حالی که زبان مشترکی هم بین ما و آنها وجود نداره که حتی وارد گفتگو بشویم. زمانی میتوان
مسئله اتحادها را مطرح کرد، مسئله همکاری را مطرح کرد که زبان گفتگو هم وجود داشته باشه. هر کدوم از این نیروها وجود نیروی دیگر را بپذیرند، از تخریب دست بردارند و در این حال هم فرهنگ تعامل، فرهنگ همکاری، فرهنگ گفتگو را پیش ببرند. سرطرابان فاقد چنین خصوصیاتی هستند. ما هر جا که بعد دیدیم میبینیم، به خصوص در مناطق و شهرهایی که بعد تظاهرات گذاشته میشه، حتی تظاهرات که توسط نیروهای جمهوری خواهد بعد گذاشته میشه، سرطن ترمان با پرچمهای خودشان به میدان میان، خودشون نشون میدن، عکس میگیرن و میخوان حتی اون تظاهرات به خودشون نسبت بدهن. حاضر نیستن پرچم خودشون کنار بذارن، حاضر نیستن به شعارهای مشترک تن بدن و حاضر نیستن که موجودیت سایر جریان را بپذیرند. در نتیجه سخن از این که گویا اتحادی میتواند بین سلطنت طلبان و نیروهای دموکراسی خواه، نیروهایی که جمهوری خواه بر سر مسئله حقوق بشر شکل بگیرد، امری غیر محتمل هست. بعد و اینه که در حقیقت ما میبینیم که در این مدت فاصله ها هرچه بیشتر شده و سطح طلبان فقط به اینکه نیروی خودشون اتکا پیدا کردن و امکان نمیدن که فضای مناسبی به وجود بیاد، فضایی که در حقیقت هر نیرو وجود نیروی دیگر محترم بشمارد. به همون خاطر اصلا مسئله اتحاد با سلطنت طلبان حول دموکراسی و حقوق بشر بعد منتفیز به جهت اینکه این جریان در واقعیت به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد ندارد. از دوستان و رفقایی که در اتاق حضور داشتن و سوالاتی را مطرح کردن تشکر می کنم. امیدوارم باز هم با هم در موضوعات نظیر آنچه که امروز داشتیم بحث گفتگو داشته باشم. شاد و موفق باشید. با تشکر از شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید و سپاسگزاری از رفیق بهروز عزیز که دعوت ما را قبول کردند، تا برنامه آینده برایتان سلامتی و شادی آرزو می‌کنیم. روز و شبتان خوش.